سر ماجرا شفافیت چی میگفتن به آقا محمود صادقی میگفتن بابا هنوز چهار ماه از عمر این مجلس اومد مونده بیاید این شفافیت رو به اسم خودتون قانون کنید بذار تو تاریخ بگن آقای این محمود صادقی بود دمشگر اومد شفافی نکرد هم بیا حرف بزنید نمیدونم نمی... نمی... آقا اینم قوه قضاییه نمیدونم بیا چیکار کنه اون یکی نمیدونم چیکار کنه فلان تو خودتو درست بکن اول مجموعه خودتو درست بکن بعد بری سراغ جدیه هم قوه قضاییه هم درست بخواد درست بشه یه بخش قابل توجهش رل‌گذاریهای صحیحه که تو مجلس باید براش انجام بشه ما وقتی از شفافیت داریم حرف میزنیم نه فقط شفافیت مجلس ما شفافیت نهاد و سازمان تصمیم سازی در داری کشور داریم میگیم شورای نگهبان هم باید خدمت شما عرض بکنم شفاف بشه مجلس خبرگان هم باید شفاف بشه مثلا مجمع تشخیص هم باید شفاف بشه اما حداقل اینه که ببین نگاه کنید چرا اولویت مجلس اولویت داره اولا به خاطر اینکه این ریل گذاری اصلی اینجا صورت میگیره دو ما به نماینده های مجلس رأی دادیم که برای ما شفاف کنن دارن چیکار میکنن مجمع تشخیص که ما بهش رأی ندهیم مجمع تشخیص برای رهبریان اعتبار برای خود ایشون هم مشخص مثلا اونا دارن چیکار میکنن خب اگر قرار بر مردم هم باشن بسم الله بهتر خب اما اینجا این که اصلا موظفید شما ب... ما بدیم شما دارید چیکار میکنیم اینا نیست اینا رو بعد ما مطالبه کنیم